شما خوش آمدید به سفیده آخر هفته. این هفته 40 سال از اشغال سفارت آمریکا در تهران گذشت، اتفاقی که سایه سنگین آن 4 دهه روابط ایران و آمریکا را تحت تاثیر قرار داده. تحریم‌های آمریکا که بلافاصله بعد از گروگانگیری علیه دولت نوپای جمهوری اسلامی آغاز شد، 4 دهه بعد هنوز ادامه یافته. از 400 دانشجوی خط امام که از دیوار سفارت بالا رفتند، شمار کمی را این روزها به یاد می‌آوریم. به گفته فروز رجایی‌فر، یکی از آن دانشجویان، در مصاحبه با روزنامه شرق، برخی در جنگ 8 ساله کشته شدند، بعضی امکان ارائه نظراتشان را ندارند، بعضی حتی دوست ندارند شناخته شوند، شاید به گفته او به دلیل نگرانی از نگرفتن ویزای کشورهای دیگر. اما در میان چهره‌های شناخته شده هم نظرات متفاوتی درباره درستی یا نادرستی آن اقدام می‌شنویم. از جمله این چهره‌ها عباس عبدی است که هنوز از آن دفاع می‌کند. در تاریخ ایران، بعید در تاریخ دنیا حتی من میگم، هیچ اقدامی نبوده که اینقدر حامی داشته باشه در موقع زمانی که اتفاق افتاد. هیچ اقدامی نبوده. چرا باید تجربه ملت رو محکوم کرد؟ خب کی به خودش همچی حقی رو میده که تجربه ملت رو اینطور میده؟ پشت در سفارت از چپ به چپ بگیر تا راست راست صف بسته بودن که بیان تو حمایت کنن. این ملت دیوونه که نبوده که این کارو کرده. حتما یه اتفاقی براش رخ داده بوده که این واکنش از خودش نشون داده. امروز کجای دنیا یه همچی اتفاقی بیفته مردمش یه همچی واکنش رو نشون میده. این مسئله، فکر نکنید که من اگه بودم یا نبودم یا دیگران، توی یه شکل دیگرش اتفاق میفتاد. بعد از اشغال، بعد اجازه بدید، بعد از اشغال سفارت شما اطلاع داری، شما با پاکستان باید آشنایی داشته باشید. سفارت پاکستان آتیش گرفت، سفارت آمریکا تو پاکستان، چندین آمریکاییش کشته شد. یه نفرتون از اون اطلاع داری؟ هیچ کس اطلاع نداره، همه رو ندیده میگه. صحبت های عباس عبدی بود در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه بی بی سی. اما آیا گروگانگیری مشکل عمده و معضل رابطه ایران و آمریکاست هنوز؟ در برنامه امروز 3 مهمان دعوت کردیم. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک با ماست. آقای فرهنگ در آن دوره برای حل بحران گروگانگیری به سمت سفیر ایران در سازمان ملل منصوب شد، ولی چند ماه بعد در اعتراض به ادامه گروگانگیری و عدم پذیرش پیشنهاد شورای امنیت استعفا کرد. حسین موسویان، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران. آقای موسویان در آن دوره عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران و سردبیر روزنامه پیام جبهه ملی ایران بود که مخالف گروگانگیری بودند و تنها سازمانی هم بودند که روی پلاکارت‌های دانشجویان خط امام نوشته شده بود که مخالف هستند. و اینجا در استودیو فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی. آقای نگهدار در آن دوره عضو رهبری سازمان فدایان خلق بودند. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. آقای نگهدار، شما اون موقع در مورد این رویداد چه فکر میکردید؟ الان چه فکر میکنید؟ خب اول من بگم که این اولین اقدامی نبود که در حمله به سفارت صورت گرفت. 3 روز بعد از انقلاب به ما نسبت میدن و ما روحونم خبر نداشت که فدایان خلق حمله کردن به سفارت آمریکا، سفیر رو گروگان گرفتن و ما این حمله خودسرانه رو محکوم میکنیم و مخالفت خودمونم با اون اعلام میکنیم، براءت هم میجوییم از اینکه این یه همچین اتفاق افتاده. ولی خب چند ماه بعد ما دیدیم که سفارت مورد حمله مجدد قرار گرفت و این بار تحت عنوان دانشجویان پیرو خط امام. در اون زمان ما مشتاقانه حمایت کردیم، با شور و شوق حمایت کردیم و این رو یک دلیل قاطعی در بین بحث‌های درونی خودمون داشتیم که اینا ضد امپریالیست هستند یا نیستند. دونستیم که اینها ضد امپریالیست هستند و این اقدام قاطع رو هم انجام دادند و بعدها هم از اون تا وقتی که هنوز اوضاع اونچنان بسته نشده بود دفاع می‌کردیم. اگر نظر امروز من رو بخواهید، من بین اون حمله دانشجویان به سفارت در اون فضای انقلابی و داستان گروگانگیری و 444 روز برای اهداف سیاسی خاصی که چندان هم شفاف نبود اونها رو نگه داشتن و رابطه ایران و آمریکا رو به طور کلی به بنبست کشوندن، تفاوت قائل میشم و در مورد اول اون رو میگم بخشی از پروسه انقلابی بود که در اون شرایط جریان پیدا کرد و قابل فهم بود، گرچه در
یک شرایط ثابت و ثبات سیاسی قابل دفاع به هیچ وجه نیست، ولی پروسه گروگانگیری رو مشخصا محکوم میکنم و اون رو به زیان طرفین هم آمریکا هم ایران میکنم. در مورد این حالا بیشتر بعدا صحبت میکنیم. اسمت از آقای موسویان میپرسم. آقای موسویان، دلیل شما در جبهه ملی چه بود که از آغاز مخالف بودید با این اقدام؟ با درود به شما و مهمانان گرامی شما، آقای دکتر فرهنگ و آقای فرخ نگهدار، و درود به همه هموطنان عزیزم. ما در اون رویداد که یک رویداد فوق‌العاده منفی و زیانبار برای کشورمون بود، اعتقاد داشتیم به قوانین بین المللی و رعایت قوانین دیپلماتیک در دنیا و اشغال یک سفارتخانه یک کشور خارجی رو در حقیقت مساوی با تجاوز به خاک اون کشور تلقی میکردیم و این کار رو ناپسند میدونستیم، به ویژه اینکه برای ایرانیان که یک ملت در حقیقت مهمان دوست و با برخورد انسانی با خارجیان همیشه برخورد میکردن، این حرکت حرکت نادرست و ناشایستی از طرف ما تلقی شد. و البته در همون روزهای اول دوم بود که یک مقاله در روزنامه پیام جبهه ملی ما منتشر کردیم و قبل از اینکه روشن بشه که مبالغی از دارایی‌های ایران بلوکه خواهد شد در آمریکا، ما پیش بینی کردیم که این کار باعث می شود که مهمترین بانک آمریکا در اون زمان چیس منهتن بانک 500 میلیون دلار ذخیره محمد رضا شاه در اون بانک رو اول به اصطلاح بلوکه میکنه و مصادره میکنه به نفع آمریکا، که بعداً این رقم ها خیلی بالا رفت و معلوم شد که تا 12 میلیارد دلار هم پول های ایران بلوکه شد. در مورد این مصادره اموال حالا بیشتر صحبت میکنیم، چون بعضی معتقدند که اصلا این مصادره اموال زمان گروگانگیری اصلا انجام نشده بود و بعد اینکه به عنوان یکی از شروط برای رفع گروگانگیری مطرح شد خودش جای بحث داره. آقای فرهنگ، من میخوام نظر شما، یه آدمی هستید که به هر حال در بطن ماجرا بودید. در مصاحبه با بی بی سی، در مصاحبه که با همکارم عنایت فانی داشتید، گفتید که نامه ای رو تهیه کردید شخص شما برای اینکه همراه گروگان ها تحویل آمریکا بشه، به این مفهوم که در واقع به اونها، به آمریکا توضیح داده بشه که دلایل تاریخی اینکه ملت ایران ناراحت هست از آمریکا چیا هست. ممکنه کمی در مورد این نامه بیشتر به ما بگید، برای اینکه این در واقع پایه بحث، ادامه بحث ما خواهد. اجازه بدید اول این نکته رو بگم که گروگانگیری رو از دو زاویه کاملا متفاوت میشه بهش نگاه کرد. یکی زاویه منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایرانه، که از این جهت گروگانگیری یک فاجعه بزرگ تاریخی برای مردم و کشور ما بوده. ولی از زاویه دیگه منافع رژیم حاکم، که آقای خمینی و شرکا از گروگانگیری استفاده کردند، نیروهای چپ و لیبرال رو به کلی از صحنه خارج کردند و ثبات خودشون رو تضمین کردند و حتی بعد از اینکه به دلیل گروگانگیری عراق به ایران حمله کرد، اون جنگ هم اگرچه برای ایران فاجعه بار بود، بیش از 500 هزار نفر کشته و زخمی شدند، ولی اون جنگ باز به خمینی و شرکا کمک کرد که منتقدین و نیروهای مترقی لیبرال و چپ رو به حاشیه برونن. بنابراین این دوتا رو باید به کلی از هم جدا کرد. و همین اگر آقای عبدی میگه اکثر مردم زیادی حمایت کردن پس بنابراین این اقدام قابل توجیهه، اکثریت مردم آلمان از کورپزی انسانها حمایت کردن، شاید اکثریت مردم چین از انقلاب فرهنگی که بیش از 20 میلیون انسان کشته شدند، و در جنگ داخلی آمریکا شاید اکثریت مردم جنوب آمریکا از بردگی دفاع کردند. بنابراین دفاع اکثریت مردم از یک واقعه به هیچ وجه نمیتونه دلیل
صحت اون باشه. دوم اینکه من در روز 13 دسامبر 1979 به اتفاق آقای قطب‌زاده و آیت الله منتظری به قم رفتیم که ببینم آیا آقای خمینی این پیشنهاد سازمان میانجیگری سازمان ملل متحد رو میپذیره یا نه. و در اونجا بدون کوچکترین ابهامی آقای خمینی گفت اگر اینها آمریکا رو محکوم بکنن. من توضیح دادم که اقدام این کمیته یک اقدام نمادینه، این اهمیت حقوقی نداره. گفت باشد. اومدم نیویورک و در اینجا رئیس این کمیسیون محمد بجاوی سفیر الجزیره بود و اینا گزارشی تهیه کردن که من خودم در نوشتن این گزارش سهیم بودم. انتقاد از سیاست خارجی آمریکا، انتقاد از 28 مرداد و انتقاد از به طور کلی روابطی که در اون موقع ایران با شاه داشت، که در واقع قرار بود که اینها این بیانیه رو در ایران انتشار بدن و گروگان‌ها آزاد بشن بر مبنای قول بدون تردید آقای خمینی. ولی این کمیسیون رفت ایران، به جای اینکه 5 روز در ایران بمونن 17 روز اینها رو در ایران معطل کردن و با پرخاشگری و با بی احترامی اینها رو دست خالی برگردوندن به نیویورک و من استعفا دادم. و بعد بخشی از این نامه رو من به عنوان یک مقاله‌ای که حدود 8 صفحه بود اینو نوشتم و گفتم که پیامدهای گروگانگیری برای منافع ملی ایران فاجعه باره. هیچ روزنامه‌ای در ایران حاضر نشد اینو منتشر بکنه، فقط روزنامه آقای بنی‌صدر سردبیر گفت اگر این نامه رو شما به عنوان نامه‌ای برای اعضای مجلس شورای اسلامی بفرستین ما هم اینو چاپ می‌کنیم، که این کار رو خودشون کردن و نامه چاپ شد، که در واقع واقعیاتی بود که امروز همه مردم ایران میدونن که چه بلایی از جهت اقتصادی و از نظر سیاسی و از نظر امنیتی این ماجرا بر سر ایران. بنابراین رهبری سیاسی نمیتونه در یک زمان خاصی تحت تاثیر احساسات مردم واقع بشه و دست به اقدامی بزنه که میتونه برای منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم فاجعه بار باشه. دقیقاً این کاری که میخوام قطع صحبتتون. بحثی که من میخوام روش متمرکز بشیم اون بخشی هست که شما میگید در اون نامه بحث انتقاد از 28 مرداد مطرح شده بود. مسئله فعلی ما این هستش که این قضیه 28 مرداد رو دائم در این سالهای اخیر میشنویم از طرفهای مختلف. در صحبت آقای عبدی هم بود، حتی خود آقای خامنه‌ای بهش اشاره میکنه. بذار بدیم بخش از صحبت آقای خامنه‌ای رو اخیراً در مورد روابط با آمریکا و همینطور تسخیر سفارت آمریکا بشنویم. بعضی ها تاریخ رو تحریف میکنند، خود آمریکایی‌ها این کار رو میکنند. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل، شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت، لانه جاسوسی، از اونجا گفت. گفت بله از وقتی که شما جووناتون رفتن سفارت رو گرفتن بین ایران و آمریکا اختلاف شد. این تحریف تاریخه، این نیست قضیه. اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد، حتی از قبل از 28 مرداد، البته 28 مرداد سال 32 به شدت اوج رسید، از اون وقت شروع شد. اونا بودن که نامردی کردن، خباثت کردن، ملت ایران رو با کودتا دچار یک رژیم فاسد وابسته کردن. شوخی نیست، سالهای متمادی این کشور زیر فشار رژیم وابسته به آمریکا دست و پا زد. پس مبدأ مخاصمات از 28 مرداد سال 32 است. آمریکایی‌ها آمدن وسط میدان در یک کشور مستقل با یه دولتی که دولت ملی و مردمی هم بود و به اونا اعتماد هم کرده بود، مصدق اعتماد کرد به آمریکایی ها و چوبشو خورد. آمدن توی چنین کشوری کودتا کردن و یک رژیم فاسد، خبیث، ظالم، بیرحمی رو سر کار آوردن.
آقای فرهنگ، صحبت آقای خامنه‌ای رو میشنویم. برای من این تکه از صحبت‌های او که او مدام اشاره میکنه به 28 مرداد جالب هست، از این نظر که برای آیا واقعا در اون سال نخست هم قضیه 28 مرداد قبل از که شما و مثلا همفکران شما، کسانی که به هر حال آشنایی با فضای سیاسی داشتن و میخواستن این موضوع حل بکنن، بیان از این به عنوان در واقع یک راهی برای آبروداری اونطور که خود شما اسمش رو گذاشتید استفاده بکنن، آیا اصلا چنین چیزی مطرح بود؟ آیا دانشجویان خط امام که از سفارت بالا رفتند اصلا یاد 28 مرداد بودن؟ از این جهت میگم که آقای موسویان که از اول جزو مخالفان بودند و کل جریان اونها که مشخص هست رابطهشون با دکتر مصدق مخالف بودند. اجازه بدید به عنوان فردی که در سن 17 سالگی به دلیل پخش لایحه دفاعی مصدق در دادگاه 3 ماه در زندان قصر بودم، بند 2 که مال جوانان بود، بگم که صحبت آقای خامنه‌ای یک تحریف اساسی تاریخی است، به این دلیل که خود آقای خمینی 28 مرداد رو گفت آن مرد از خداوند سیلی خورد، حتی حاضر نشد اسم مصدق رو بیاره. بالاتر از اون آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی و حسن آیت طرفداران 28 مرداد که اینها مقامات و اسمی هم بعد از انقلاب داشتن، اینها از دستگاه سیاه پول گرفته بودن. طبق اسناد و مدارک غیر قابل، آیت الله بروجردی منجی خود آقای خمینی به شاه تبریک گفت موقع برگشتن. بنابراین این یک، و بالاتر از اون ظلم و جوری که رژیم جمهوری اسلامی به جبهه ملی و طرفداران مصدق کرده هزاران بار بیشتر از ظلم و جوری بود که شاه به ما کرد. حتی امروز یک انسان اگر بخواد بره قبر مصدق رو ببینه باید اجازه بگیره و ثابت بکنه که او نسبتی داره به مصدق. بنابراین گفته های آقای خامنه‌ای دقیقا مثل گفته های آقای عبدی است که یک قلب واقعیت و یک دروغ بزرگه. دومی که دانشجویانی که خط امامت اصلا و ابدا مسئله 28 مرداد مطرح نبود، بلکه بعد که وقتی به نام اسلام و به نام خمینی میخواستن این کار رو بکنن، هر چقدر که مردم فهمیدن این که چه فاجعه‌ای بوده، رژیم و خامنه‌ای و شرکا اومدن از ملی‌گرایی و ضدیت آمریکا با مصدق استفاده کردن برای توجیه کارشون، در حالی که در اوائل امر عکس مصدق رو و به طور اگه شما در یکی از اون تظاهرات داشتین به شما حمله میکردن. بنابراین این دویت و این قلب واقعیت نمیتونه این فاجعه بزرگی که بر سر ایران اومد و هنوز هم ادامه داره توجیه بکنه. آی نگهدار، نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ آیا فکر میکنید که این که الان به این موضوع در واقع صحبتایی که میشنویم دائم از مقام‌های ایران، از کسانی که درگیر بحث گروگانگیری بودن، اینه که یک نیست 13 آبان. قبلش اتفاقاتی در روابط ایران و آمریکا افتاده بوده و 13 آبان نتیجه اون اتفاقات است. شما با این موافق هستید؟ بخشی از مسائل در صحبت آقای فرهنگ مطرح شد. این هم به واقعیت تاریخی است که در 28 مرداد اگر جریان روحانیت از کودتا حمایت نمی کرد و اگر از مصدق حمایت می کرد، آمریکا به هیچ وجه اون توان و اون پایگاه رو نداشت که به فکر کودتا بیفته. کودتا به این علت اتفاق افتاد که جریان روحانیت و جریانات اسلامگرا به دربار و دستگاه سلطنت پیوستند علیه مصدق. این کاملا همه حقایقش هست و روشنه. و فاجعه بزرگتر این هست که طی 10 سال پس از این واقعی که در سال 32 اتفاق افتاد، یعنی در سال 42، تمام متحدینی که کمک کرده بودند به او که در 28 مرداد بر مصدق و ملیون و چپگراها غلبه بکنه، اونها رو کنار زد و از اون نقطه به بعد دیگه آقای فرهنگ درست بود که میگفتند، از اون نقطه به بعد آقای خمینی طغیان علیه امریکا و متحدینش در ایران رو شروع کرده و بعد ادامه داده. این برداشت من از اون واقعیتی که اتفاق افتاد. پس فکر میکنید چرا در سالهای اخیر دائم میشنویم که بحث 28 مرداد رو در واقع مطرح میکنن به عنوان زمینه‌ای که برای 13 آبان وجود داشت؟ من شخصا با این تحلیل
که از 28 مرداد نگاه ملت ایران، مردم ایران نسبت به ایالات متحده برگشت و اون امیدها که اینکه مهد آزادی است در ایالات متحده و میتونه کمک کشورهای ضعیف‌تر باشه که از جور انگلستان در اون زمان به تنگ آمده بودن، میتونه دستیار اینها، مددکار اینها باشه، در تا 28 مرداد روحیه مردم ایران این هست که ما میتونیم کمک بگیریم از ایالات متحده آمریکا. و شخص مصدق هم چنین امیدی داشته که امریکا کمک بکنه، ولی این کمک صورت نگرفت. بنابراین تغییر روحیه مردم ایران رو اگر بگیم، من روحانیت رو کنار میذارم، روحانیت هنوز در 28 مرداد همراه مردم نیست، از 42 به بعد همراه این روحیه عمومی میشه که در جامعه شکل گرفت. من خودم مثل آقای فرهنگ در 15 خرداد 32 جوان 17 ساله بودم که تازه در خیابون میدیدم که چگونه خشم مردم به دلیل حمایت روحانیت از اعتراضات و اعتراض اونها به شاه در میدان بودند و اکثریت بازار، روشنفکران و مجموعه طبقات شهری ایران در اون زمان از امریکا ناراضی بودند و یک مبارزه ضد آمریکایی رو در دستور خودشون قرار داده بودند. آقای موسویان، شما با این تحلیل موافق هستید؟ با بنده صحبتی فرمودین؟ بله، عرض کردم آیا شما با این تحلیل موافق هستید؟ آیا فکر میکنید مسئله 28 مرداد زمینه در واقع تاریخی مشکلات مردم ایران با آمریکا بوده؟ به نظر میاد که آقای موسویان دشمن هر کشوری، هر ملتی در هر زمان به وسیله منافع ملیش تعیین میشه. منافع ملی ما بعد از انقلاب ایجاب میکرد که ما با قدرت‌های بزرگ خصومت نداشته باشیم، زیاد ضمن اینکه زیر سلطه هیچ قدرتی هم نمیبایستی میرفتیم. و همون سیاست موازنه منفی که دکتر مصدق رهبر نهضت ملی تبیین کرده بود باید پیش گرفته میشد. ما با جامعه جهانی باید با دوستی و احترام متقابل برخورد میکردیم، ضمن اینی که زیر سلطه هیچ قدرتی نبودیم، خصومت هم با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نباید می‌ورزیدیم. و این اشتباه بزرگ، این گروگانگیری با عنوان و بهانه 28 مرداد در حقیقت یک بهانه غیر قابل قبول هست. فکر میکنید که مشکل عمده کجا بود؟ نقطه آغازین مشکل آیا بالا رفتن از دیوار سفارت بود؟ چون به هر حال حمله به سفارت ها زیاد اتفاق میفته. یا فکر میکنید مسئله واکنش حکومت جمهوری اسلامی بود؟ بله، چند قضیه در اینجا هستش که باید بهش توجه بشه. یکی این که سیاست های مهم خارجی که در کشور ما مؤثر هستند بعد از پیروزی انقلاب کوشش کردند که همدیگه رو حذف بکنن. ما نمیتونیم به این مسئله توجه نکنیم که آیا انگلیس و روسیه دوست داشتن که آمریکا همچنان در ایران باقی بمونه و همچنان مثل قبل از انقلاب قدرتش رو حفظ بکنه یا نه. من جریان گروگانگیری رو چیزی شبیه ماجرای سقاخونه و کشته شدن کلونل ایمبری میبینم در 1303 که برای فراری دادن آمریکا یه همچین توطئه‌ای رو اونجا چیدن و وابسته نظامی سفارت آمریکا رو اونجا به قتل رسوندن در حیات بیمارستان در خیابان فردوسی. و آمریکاییان بعد از اون بساطشون رو جمع کردن و دیگه به طرف ایران نیامدن تا بعد از 28 مرداد. بنابراین یه جنبه قضیه کشمکش بین این قدرت ها میتونست باشه. یه جنبه دیگهش همون که آقای دکتر فرهنگ اشاره فرمودن، یعنی یک به اصطلاح هسته مرکزی قدرت برای اینکه قدرت رو قشنگ در اختیار بگیره و نیروهای به اصطلاح خودشون لیبرال و آزادی خواه رو از صحنه خارج بکنه.
این کار را تدارک دیدن و جنبه های مختلف دیگر هم باید در نظر گرفته بشه. البته موقعی که این کار شروع شد گفته میشد که این دو سه روز بیشتر طول نمیکشه و خود دستگاه حکومت فکر میکرد که مثلا دو سه روزه ماجرا رو جمع میکنه. چه چیز باعث شد که این 444 روز طول بکشه و بعد در زمانی که ریگان داره سوگند ریاست جمهوریش رو ادا میکنه در همون زمان این گروگان ها به ریگان هدیه داده بشه؟ اینا چیزایی است که باید بهش توجه بشه. آقای نگهدار، شما با بخش صحبت آقای موسویان ظاهرا موافق نبودید. اگر صحبتی دارید بفرمایید، چون من میخوام بحث دیگری رو مطرح بکنم. بله، اینکه قدرت های بزرگ در اون زمان نقش داشتند در اینکه این داستان گروگانگیری پیش بیاد، تا کنون البته هیچ سندی یا هیچ شهادت تاریخی داده نشده که اون مداخله اونها موجب به این تصمیم آقای خمینی شده. من بیشتر اون دلایل داخلی که آقای خمینی تشخیص داد که اگر از این دانشجویان حمایت بکنه، یک قدرت وسیعی در اختیار اون قرار میگیره و یه سمتی به سیاست میده و تأثیرات منطقه‌ای ایران زمینه براش پیدا میشه که بتونه نفوذ بکنه در کشورهای دیگه و بگه ما ایم که با دشمن شما هم داریم میجنگیم، چون احساسات ضد آمریکایی در کشورهای عربی منطقه هم وجود داشت. آقای خمینی هم این رو میبینه و تلاش میکنه که از این قضیه برای کسب رهبری اسلام استفاده بکنه. من به نظرم این دلایل قوی تره یا مسائل انگلیس و شوروی. اشارتون جالبه آقای فرهنگ، میدونم که شما میخواین صحبت بکنید ولی اجازه بدید من قبل از صحبت شما یک بخشی از صحبت های آقای خامنه ای رو درست چند روز بعد از ماجرای اشغال سفارت آمریکا، سه هفته حدودا بعد از اشغال سفارت آمریکا پخش بکنم. جالب است که اشاره میکنید دقیقاً به همین نکته اشاره داره صحبت های ایشون که ایران میخواد در یک جایگاه قرار بگیره، در واقع همون کعبه آمال مظلومان جهان. بشنویم. سیاستمداران بزرگ جهانی میدانند که این ملت خطر عظیمی را برای امپریالیسم و منافع امپریالیسم در سطح جهان آفریده است. برادران و خواهران ما، در نقطه حساسی از تاریخ ایران، بل در نقطه حساسی از تاریخ جهان قرار گرفته. ما محور تاریخ شده ایم. آینده تاریخ به ما می نگرد، آینده تاریخ از ما سخن می گوید. امروز ما می توانیم سرنوشت ملت های ضعیف و مستضعف را تعیین کنیم. خود ما در میان صحنه و وسط ماجرا گرمی میدان کارزار را احساس نمی کنیم، اما نگرندگان از دور، بینندگان در طول تاریخ اهمیت این لحظات را به خوبی احساس می کنند. آینده مستضعفان کشورهای تحت ستم و آینده ایران بسته به مقاومت ملت ماست. ما باید این مقاومت را به جان بخریم. تنها مسئله، مسئله باز پس گرفتن شاه مخلوع بدبخت و مسئله گروگان ها نیست. مسئله، مسئله مقابله با یک نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. اون چه ما را کوبیده است نظام توسعه طلب امپریالیستی است و ما از او انتقام خواهیم گرفت. صحبت های آقای خامنه ای سه هفته بعد از اشغال سفارت. آقای فرهنگ، اول خواهش می‌کنم نظرتون راجع به صحبت آقای نگهدار بفرمایید و بعد اگه ممکنه به من بگید که آیا به نظر شما آقای خمینی واقعا با یک هدفی، با یک برنامه‌ریزی وارد این ماجرا شد که در واقع اقدام دانشجویان پیرو خط امام رو به عنوان سیاست رسمی جمهوری اسلامی اعلام بکنه، یا اینکه در اون لحظه ناگهان فکر کرد که خب این میتونه کمکی باشه و این کار رو انجام داد؟
من با آقای نگهدار موافقم که انگیزه های آقای خمینی مربوط به صدور انقلاب و به طور کلی اون جو ضد آمریکایی که در منطقه وجود داشت و این از نظر سیاسی و ابزاری کاملا قابل فهم بود که آقای خمینی بخواد از این احساسات ضد آمریکایی استفاده بکنه و ایران رو، انقلاب ایران رو که در اون زمان برای غالب مردم در جهان عرب جذابیت داشت، این جذابیت رو گسترش بده و جنبه بین المللی بهش بده. اما اون حرفای آقای خامنه‌ای تمام پوچ و بی‌معنی است. اولا نه آقای خمینی و نه خامنه‌ای و نه به طور کلی روحانیون تحت هیچ عنوانی اینها رو ضد امپریالیست نمیشه گفت. اگر ما فهم ابتدایی از مقوله امپریالیست داشته باشیم، میدونیم که امپریالیست در چارچوب عدالت اجتماعی بحث و تحلیل میکنه، در چارچوب اینکه حقوق مردم معمولی، حقوق کارگران و روابط بین دو کشورها در رابطه با عدالت و انصاف، در حالی که آقای خمینی میگفت اقتصاد مال خره و جمهوری اسلامی بعد از 40 سال اختلاف طبقاتی و فساد اقتصادی در ایران هزاران بار بیشتر از زمان شاهه و به طور کلی اون اسلامی رو که آقای خمینی و شرکا معرفی کردن کوچکترین تعهدی به عدالت اجتماعی و آزادی خواهی نداشت. با نهایت تأسف نیروهای چپ کلمه لیبرال رو هم به این آقایون یاد دادن و اونها لیبرال رو کردن هماهنگ با ارتجاعی بودن، در حالی که لیبرالیسم سیاسی یعنی پذیرش تنوع، یعنی پذیرش آزادی خواهی و یکی میتونه سوسیالیست باشه و در ضمن از نظر سیاسی لیبرال باشه. این به نظر من این گروگانگیری برای خمینی بعد از این که اتفاق افتاد یک کشف سیاسی بود که هم تونست ازش در داخل استفاده بکنه، به این دلیل که نیروهای چپ و حتی نیروهای طرفدار انقلاب اوائل امر حمایت کردن و او تونست اینها رو جذب بکنه و بعد استفاده بکنه از این ماجرا و سرانجام همشون رو نابود بکنه و در منطقه هم ازش استفاده بکنه. اما نکته اینه که ما باید در اینجا بهش اشاره بکنیم، اینه که اختلاف امروز ایران و آمریکا رو نمیشه محدود کرد به گروگانگیری یا 28 مرداد. واقعیت امرینه اون چیزی رو که خمینی از، اگر ما کتاب خمینی رو کشف الاسرار رو بخونیم، ولایت فقیه رو بخونیم، میفهمیم که دشمنی اصلی خمینی با ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جهان غرب یا جهان مدرنه که بخش قابل توجهی از مردم ایران جذب اون دارن میشن. اون چیزی که در ایران بهش میگن جنگ نرم یا تهاجم فرهنگی که حدود 7 سال قبل در ایران ستاد فرماندهی جنگ نرم درست کردن، برای چی؟ برای مهار نفوذ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی که میگفتن غرب، ما بگیم مدرن. امروز هم دشمنی که رژیم ایران با اینترنت، با علوم اجتماعی، با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، با تدریس علوم اجتماعی در دانشگاه‌ها داره، به این دلیل که این مقولات رو ابزاری برای دفاع و یا پیشرفت علوم انسانی و آزادی‌های مدنی میدونه. بنابراین ما نباید رفتار و کردار امروز رژیم رو، که بیشتر وقتی آقای خمینی صحبت از دشمنی غرب میکنه، مهم براش اینه که میگه که دامن کوتاه زن یا زن بدون حجاب خطرناکتر از تانک و توپ و تفنگ جهان غربه. واقعا اگر ما توجه بکنیم به تبلیغات خود رژیم، میفهمیم که استفاده از ضد آمریکایی بودن از جهت سیاسی و اقتصادی یک اقدام ابزاری است و هدف اصلی. ولی شما آیا این رو الان با توجه به اونچه که در این 40 سال ما راجع به رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی میدونیم میگید، یا اون روزها هم همین فکر رو میکردید 40 سال پیش؟ کاملا حرف شما درست. اون روزها این فکر رو نمیکردیم، برای اینکه در تاریخ ما همیشه روحانیون نفوذی در امور سیاسی داشتن، ولی اینکه بخوان یک دولت تمامیت‌گرای شبه فاشیستی ایجاد بکنن، شما در تمام ادبیات سیاسی ایران
در طی 70 80 سال قبل از حتی انقلاب یک جمله، یک عبارت پیدا نمی کنید که بگه چنین امکانی در ایران بتونه وجود داشته باشه. از این جهت واقعا ما گناهکاریم. این کتاب خمینی، اگر من کتاب کشف الاسرار خمینی رو قبل از انقلاب خونده بودم، غیر ممکن بود که نسبت به او احساسات مثبت داشته باشم. و روز و وقتی خوندم خودم از خودم خجالت کشیدم که این کتاب این آدم نوشته و یا ما یه روزی فکر کردیم که او میتونه رهبر معنوی انقلاب ایران باشه. آقای موسویان، نظر شما رو هم میخوام بدونم با توجه به اینکه به هر حال ملیگرایان و جبهه ملی بخش عمده کسانی بودند که در پس این جریان حذف شدن، باشون برخورد تند شد، بسیارشون مجبور شدن کنارگیری بکنن از مقام هایی که داشتن و خیلی هاشون حتی به زندان افتادن. بله، این مسئله اشاره به کودتای 28 مرداد برای هیئت حاکمه جمهوری اسلامی یک استفاده ابزاری از این قضیه است و دلیلش هم این که برخوردشون با جبهه ملی ایران، خانه سیاسی دکتر مصدق، بسیار خشنتر حتی از رژیم سابق بوده. و سال 1360 اگر که حالا دولت ایران به هر دلیلی نیازمند این هست که این گفتمان رو خرج بکنه، به نوعی لازم میبینه به جوونایی که حالا 40 سال قبل یادشون نمیاد بگه که ما فقط مثلمون اون چیزی که الان شما در 13 آبان میشنوید نیست، مسئله ما قدیمی تره، دکتر مصدق هست، بحثای قدیمی تر هست. فکر میکنید این که میخواد از این استفاده بکنه میتونه به نفع جبهه ملی تموم بشه؟ در واقع تغییر نگاه اینها رو میبینید یا نه؟ باید دستگاه حاکمه اگر یک چنین نگرشی پیدا کرده این تناقض رو جواب بده که پس چگونه است که شما دولت ملی مصدق رو ازش به نیکی یاد میکنید ولی در 14 اسفند برای رفتن ما به سر مزار دکتر مصدق مانع میتراشید؟ یا همین یه هفته پیش جلسه ای رو که 150 تا 200 نفر قرار بود در یه سالن به عنوان بزرگداشت 70مین سال تأسیس جبهه ملی برگزار کنن، میاد و مانع میشید و ما پشت در اون تالار تو پیاده رو مجبور میشیم که یه یادی از تأسیس جبهه ملی بکنیم. بنابراین اینها استفاده ابزاری است و خیلی از عوامل خود دستگاه حاکمه بعد از پیروزی انقلاب کسانی بودن که در کودتای 28 مرداد نقش داشتن، مثل همون آیت الله کاشانی، مثل اون آقای فلسفی و خیلی از کسانی که قدرتمدار شدن بعد از پیروزی انقلاب، کسانی بودن که با کودتای 28 مرداد همدلی داشتن و یاری کردن کودتا رو و اصلا جز عوامل بودن، جز عواملی که یه مقدار اراذل و اوباش رو بسیج کردن و به خیابون کشیدن. به نظر شما این ماجرا آشنا نمیاد؟ چون به هر حال اسلامگراها همون آغاز انقلاب بعضی از مفاهیم چپ ها رو استفاده کردن، مثل در واقع قضیه دفاع از مستضعفان و مسائل دیگری از این دست، برای اینکه بتونن گفتمان خودشون جا بندازن. الان میبینیم دارن از ملیگرایان به نوعی بعضی چیزها رو وام میگیرن. فکر میکنید چرا لازم هست که 40 سال بعد از انقلاب بیان و یک تعاریف تازه‌ای بکنند از اونچه که اتفاق افتاد؟ من یه مقداری اختلاف متدیک دارم با این روش بحث که در مطرح میشه، چون تجربه زندگی سیاسی خودم به من میگه جنبش ها وقتی که حرکت میکنند خیلی چیزها رو نمیدونند و بر اساس چیزهایی که شنیدند یا احساسی که دارند به میدون میان و طی پروسه سالها سعی میکنند که بفهمند که قضیه از چه قراره و کی چه جوری فکر میکنه و در بین خودشون شکافهایی درست میکنند. در درون انقلاب اسلامی ایران هم جریانی که تحت رهبری آقای خمینی هست
ابتدا که میاد احساسشون این هست که اگر به ریسمان اسلام و ولایت فقیه متوسل بشند تمام حقایق دنیا رو میتونن کشف کنند و یک نگاه واحده، یک امت واحده بسازند. این با حقایقی که روی زمین اتفاق میفته کاملا متفاوته. ما میبینیم که در جریان انقلاب اسلامی بخشی و بخش عمده‌ای که اتفاقا خودشون رو نزدیکتر به آیت الله خمینی هم میدانستن در سالهای اولیه انقلاب مشخصا برنامه‌های عدالت خواهانه، طرحهایی به نفع مستضعفین در برنامه خودشون داشتن و پیاده هم کردن در جامعه ما و بخش‌هایی هم طرفدار سرمایه‌داری و کلان سرمایه‌داری و حفظ اتفاقا حفظ رابطه با غرب بودن. همونها امروز حاکم شدند و اون بخش‌هایی که چپتر بودن و تمایلات رادیکال تغییر سرمایه‌داری داشتند اونها در موضع اصلاح طلبان و ضعفا قرار گرفتند. و اتفاقا من فکر می‌کنم آقای موسویان و آقای فرهنگ هم با من همدلی داشته باشند که این بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که بخش ضعیف‌تر اون هست نسبت به همواره در طول تاریخ از 28 مرداد به این سو با دکتر مصدق، با جبهه ملی و با کسانی که در جبهه چپ صادقانه برای تغییرات مناسبات اقتصادی در جامعه ما فعالیت می‌کردن همدلی داشتن. ما اینا رو تو زندان‌های زمان شاه، من خودم 10 سال با اینها زندگی کردم و می‌دونم که اینها واقعاً این احساس مردمی رو در وجود خودشون داشتن، بخش‌هایی نداشتن. این یک نکته‌ای که گفتم. اگر اجازه بدید من در مورد صحبت‌های آقای خامنه‌ای بگم. من وقتی صحبت‌های ایشون رو گوش می‌کنم، کدوم بخش رو؟ قدیمی یا جدید؟ نه، این بخشی که چند هفته بعد از انقلاب صحبت کرد و به عنوان ضد امپریالیسم، به عنوان ضد امپریالیسم مسائل رو مطرح کرد. دقیقاً چارچوب فکری بخش عمده‌ای از چپ‌های ایران و بخش عمده‌ای از میلیون ایران نسبت به ایالات متحده آمریکا، اون چیزی که ما در صحنه عمل می‌دیدیم در همین کانتکست، در همین چارچوبه می‌گنجه. ما یک آمریکای جهانخوار اونجا می‌دونیم، یک آمریکای زورگو می‌شناسیم و این رو یک بلوک می‌دونستیم. و جمهوری اسلامی هم همینجور. کسانی که از بیرون به جمهوری اسلامی نگاه می‌کنند، جمهوری اسلامی رو یک تن واحده یا امت واحده می‌بینند. در حالی که وقتی که می‌ریم روی جزئیات می‌بینیم بین آقای کارتر و آقای ریگان که جانشین اون هست تفاوت‌ها جدیه و همین جور شکاف‌ها در جمهوری اسلامی. صدا آقای متوجهم، ولی شما نمی‌تونید قبول دارید که نمیشه دولت‌های آمریکا رو نمیشه با دولت جمهوری اسلامی از این نظر مقایسه کرد که به هر حال حرف آخر رو در دولت جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای میزنه، که من با شما موافقم که نگاهش و شیوه‌ای که داره در مورد آمریکا در 40 سال گذشته کمترین تغییر رو داشته. حالا بالا و پایین داشته، گاهی تن به مذاکره داده، گاهی تن به سازش داده، گاهی نداده، ولی نگاهش نگاه واحدی هست به آمریکا. اما نگاه او قابل مقایسه با رهبران کاخ سفید نیست که هر 4 سال یه بار تغییر میکنن. نگاه او نگاهی است که آینده ایران رو تعیین. اگر رهبری جمهوری آمریکا هم 40 سال یک بار میخواست تغییر بکنه، ما تغییرات خیلی کمی میدیدیم. خب اونها نظام دموکراتیک هستند. در ایران بخشی تا حدی جمهوریت معنا داره و آقای احمدی نژاد میاد، آقای روحانی میره و آقای خاتمی بوده. اینها فشاری روی جامعه جوری دستگاه کل حاکمیت میتونن درست بکنن که مقداری مثلا آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانانه نشون بده، ولی وقتی که این فشار برداشته میشه یا تغییر در اون طرف به وجود میاد، آقای خامنه‌ای سیستماتیک همون بلوک قدرت، یعنی شیطان بزرگ رو تصویرش در ذهن خودش حفظ کرده و نمیتونه بفهمه که بین آقای اوباما برای منافع ملی ما، برای امنیت ملی ما، برای رفاه مردم ما، آقای اوباما با آقای ترامپ فرق داره. متوجه. بله. آقای فرهنگ، شما تخصصتون روابط بین الملل هست. ایران و آمریکا تنها کشورهای در دنیا نیستن که مشکلات عمده این چنینی با هم پیدا کردن. به هر حال کشورهای دیگه هم با هم مشکل پیدا کردن. ولی به نظر میاد که تونستن از خیلی مشکلات بزرگتر بعضی از کشورها گذشتن. چرا ایران و آمریکا نمیتونند این در واقع بخش تاریخی خودشون رو ببندند، گروگانگیری رو پشت سر بگذارند و نگاهی دوباره بکنن به رابطهشون؟ در دو مورد خاص، یکی در زمان کلینتون موقعی که آقای خاتمی اومده بود نیویورک و بعد در زمان اوباما موقعی که روحانی اومده بود نیویورک، رئیس جمهور آمریکا تلاش کرد
حتی برای اولین بار پرزیدنت کلینتون رفت به سخنرانی خاتمی گوش داد و تقاضای ملاقات با او کرد. و بعد هم که میدونیم آقای اوباما یک گفتگوی تلفنی چه در دقیقه‌ای با و چه پرخاشگری به اینها کردن. علتش اینه که من فکر میکنم ماهیت رژیم ایران به دلایل فرهنگی و به دلایل ضدیت با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مدرن نیاز به یک دشمن داره. یک. دوم این که رژیم جمهوری اسلامی واقعیات تاریخی دنیا رو اون چیزی که هست نه اون چیزی رو که ما دلمون میخواد باشه. مثلا پوتین رو دعوت میکنه به ایران و شروع میکنه تجلیل کردن از او. پوتین در چارچوب منافع ملی روسیه داره اقدام میکنه، روابط خوبی با اسرائیل داره، روابط خوبی با عربستان سعودی داره و غیر ذلک. ایران فکر میکنه که باید یا با آمریکا دوست باشه یا دشمن. در دنیایی که ما زندگی میکنیم یک کشور میتونه انتقادات زیادی از دیگری داشته باشه، اختلاف نظری داشته باشه، ولی روابط دیپلماتیک و تا حدود روابط عادی تجاری و اقتصادی داشته باشن. اینه که ایران به تو دیگر این که مثلا ایران انتظار داره که کشورهای اروپایی یا هندوستان یا چین بیان و از ایران طرفداری کنن بر ضد آمریکا. در واقع یعنی شما از دید ایران میبینید اینکه این مشکل حل نشده. همینو میگم، دید ایرانیه که من فکر میکنم ماهیت ایدئولوژیک رژیم ایران بلد. اینه که نیاز به یک دشمن داره و چون در آمریکا احساسات ضد آمریکایی وجود داشته، در منطقه احساسات ضد آمریکایی وجود داره و آمریکا بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی دنیاست، این دشمن شده آمریکا و تمام اون ارزش‌های فرهنگی که میتونه کاملا مال اروپا باشه، میتونه کاملا مدرن باشه، میتونه حتی بومی باشه، ولی اینا رو همه رو متصل میکنن به آمریکا. بنابراین این ماهیت مثلا مذاکره کشورهایی که در حال جنگ با هم دیگه هستن، ویتنام و آمریکا در حال جنگ با هم دیگه بودن ولی مذاکره کردن و بعد از مذاکره روابط ویتنام و آمریکا کاملا حسنه شد، تا اینکه یکی از سربازان آمریکایی که در ویتنام جنگیده بود سفیر آمریکا در ویتنام شد و امروز روابط ایران و روابط آمریکا و ویتنام کاملا عادی از نظر تجاری و اقتصادی. ولی میست که ما چیزی داریم در ایران که میگن دو نفر با هم قهر میکنن، یعنی این حس انتقام جویی در روحانیت ایران انقدر قویه که کوچکترین اشتباهی طرف بکنه تا آخر عمرش دشمن شناخته میشه. آقای موسوی، آیا شما با این تحلیلی که آقای فرهنگ ارائه دادن موافق هستید یا نه؟ فکر میکنید آیا این در واقع مشکلی هست که از تهران میاد یا واشنگتن هم به نوعی تأثیر داشته در این اتفاق، در اینکه این مشکل در 40 سال گذشته حل نشده؟ مطلبی که آقای دکتر فرهنگ فرمودن یک واقعیتی است. تمام نظام‌های توتالیتر نیاز دارن که یک دشمن خارجی داشته باشن تا بتونن افکارشون رو در داخل پیش ببرن و این مسئله در مورد ایران و آمریکا هم به وضوح دیده میشه. البته من به سوابق کار که در زمان آقای خاتمی چه اتفاق افتاد، آقای کلینتون چه کار کرد، اینا کاری ندارم. همین جدیدن دو سال پیش، سه سال پیش وقتی که آقای روحانی و وزیر خارجش اون پیمان برجام رو به امضا رسوندن، خب میتونستن گام‌های بعدی رو بردارن و حتی صحبت کردن. ولی آقای ترامپ در واقع ازش خارج شد. نه، قبل از اینکه ترامپ اصلا رئیس جمهور بشه میتونستن برجام دو و سه و همینجور که وعده داده بودن عملی بکنن، منتها اون هسته اقتدارگرای مرکزی قدرت این اجازه رو بهشون نداد و با یه تشر پس نشستن و حرف خودشون رو دنبال نکردن و نتونستن که برای منافع ملی ایران گامی بردارن. منافع ملی ایران ایجاب می کند که ما با جامعه جهانی در صلح و دوستی و احترام متقابل قرار بگیریم و زیر سلطه هیچ کس هم نباشیم، به کسی هم باج ندیم. و الان چنین سیاست خارجی ما از جمهوری اسلامی نمی بینیم متاسفانه.
آیه نگهدار، نظر شما چیه؟ به نظر شما تهران یا واشنگتن کدوم تقصیر بیشتری دارن در اینکه در 40 سال گذشته این موزل حل نشد؟ اگر ما بخوایم در طول 40 سال بررسی بکنیم مسئله رو، من قطعا به این نتیجه میرسم که این امکان وجود داشته برای ایران که از معضل تخاصم و تقابل با آمریکا به فضای تعامل و همکاری ما سوخ پیدا بکنیم. هیچ دلیل تاریخی قابل دفاعی وجود نداره که این موضوع نمیتونسته طی 40 سال حل بشه. اگر روی مقاطع خاص از من بپرسید که در این مقطع یا اون مقطع شما نقش واشنگتن یا تهران رو برجسته تر میبینید در به هم زدن اوضاع و شرایط، من در دوران اولیه در مطلع انقلاب، اون زمانی که ایران کوشید با نگه داشتن گروگان ها کمک بکنه که یک دست راستی افراطی جای یک صلح دوست طرفدار حل مناقشات منطقه از طریق مذاکره رو جایگزین بکنه، منظورتون ریگان به جای کارتر؟ بله، ریگان به جای کارتر. ما مقصر اصلی رو باید ایران بشناسیم. یک مقدارش نادانی بوده، یک مقدارش هم بعدها باید روشن بشه. بذارید مقدار روشن‌تر بگم آقای نگهدار. من میخوام این رو بپرسم با توجه به اینکه همین بحث 40 سال گذشته. گری سیک همین چند شب پیش به بی بی سی فارسی در برنامه 60 دقیقه گفتش که این برنامه بحث گروگانگیری زنده از تلویزیون‌های آمریکا پخش می‌شد و تأثیر گذاشت روی در واقع نگاه جامعه آمریکا به ایران. 40 سال گذشته، بسیاری از جوانایی که الان کسانی که الان در واقع هستند و خبرها رو دنبال می‌کنن رأی میدن، اصلا اون واقعا یادشون نمیاد. چرا باید هنوز این مسئله تصمیم گیرنده باشه در ایران؟ در امریکا؟ در امریکا ببینید، وقتی که اوباما برجام رو امضا کرد، ما دیدیم بزرگترین تکانه در دست راستی های آمریکا آغاز شده و شاید هم همین امضای برجام کمک کرده در امریکا که آقای ترامپ بتونه در ایالت‌های خاصی تا حدی تأثیر داشته باشه. امضای برجام که شما اسرائیل رو نادیده گرفتید، منافع امریکا رو در خلیج فارس و عربستان سعودی رو دور انداختید، چون عربستان سعودی و اسرائیل احساس انزوا کردند. ما مواضع آقای نتانیاهو رو و هیاهویی که سر این قضیه راه انداخت در کنگره آمریکا به یاد داریم. توازن قدرت رو در آمریکا برخی ها معتقدند، من شخصا معتقدم که اگر ایران در همون زمان محکم روی برجام می ایستاد و استقبال می کرد و رفتاری نشون می داد که آمریکا که پیشبرنده اصلی در عرصه بین المللی بوده در مسئله برجام، بردار اصلی هم از این ماجرا هست و آقای خامنه ای نمی گفت که آمریکا نه و از نظر قراردادهای اقتصادی و بقیه، چرا نگفته که بوئینگ رو دادن؟ چرا پس کافی نبود؟ بوئینگ رو شروع کردن به مذاکره کردن، ولی در فکر مقامات اصلی جمهوری اسلامی در ایران این بود که بهره برجام بیش از همه به اروپایی ها برسه، در حالی که جور برجام رو اروپایی ها بیش از همه نتونستن بکشن و الانم قدرتی ندارن که بتونن جایگزین بکنن. من میخوام صحبت رو به اینجا برسونم که اگر امروز از من میپرسید که چرا دوباره گره خورده و به این صورت قضیه در آمده، من دو عامل رو عامل اصلی میشناسم. یکی تغییرات عمده در دستگاه رهبری ایالات متحده آمریکا و فشار متحدین آمریکایی منطقه آمریکا اوزار پیچیده کرده. دوم ساختار فکری رهبر جمهوری اسلامی ایران که از 40 سال پیش تا الان مونده. و یک جمله دیگه هم بگم، من معتقدم که همین رهبری جمهوری اسلامی ایران که امروز این صحبت ها رو جمعه گذشته کردن و گفتن گرگ صفت نمیدونم مذاکره راه نفوذه و میدونید چه صحبت های تندی علیه آمریکا کردن، اگر تغییر در آمریکا پیش بیاد و دموکرات‌ها روی کار بیاند، ما باز شاهد نرمش قهرمانانه، فشار از پایین، انتخابات بزرگ، فشار هجوم مردم به انتخابات خواهیم بود. متشکرم آقای نگهدار، آقای فرهنگ و آقای موسویان و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی هم در دسترس شماست. شب روزتون خوش.